سلام میکنم به همه دوستای خوبم هم. امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و به جلسه ای که میخوایم باز هم یک تمرین کتاب درسی رو با هم حل بکنیم در مورد سقوط آزاد این بار خوش اومدید خیلی تمرین های کتاب درسی تمرین های خوبی هن. دست نویسنده ها و تنراه های سالها واقعا درد نکنه من پیشنهاد میکنم همه تمرین ها رو خودتون حل بکنید خب سال به ما گفته که در این شکلی که اینجا میبینید یک توپ این آقا به سمت بالا پرتاب میکنه بعد این توپ میره بالا میرسه به نقطه اوجش میاد پایین تا حالا برسه به زمین و میگه چهار ثانیه طول میکشه که برگرده به همون نقطه پرتاب یعنی همون ارتفاعی که پرت شده چهار ثانیه طول میکشه که برگرده بعد از ما یه سری سوال پرسیده گفته با چه سرعتی پرتاب شده تا چه ارتفاعی میره بالا با چه سرعتی میرسه به زمین و خب ارتفاع این آپارتمان رو هم به ما داده که هست 25 متر میگه یک مسئله خیلی کلاسیک و کامل فیزیک حرکت شناسی است که ما میخوایم الان با هم حل بکنیم خب بریم سراغ بخش الف ببینید من اول به یک روش خیلی کلاسیک حل میکنم و بعدش یک روش یک مقدار شهودیتر رو هم با هم پیش میریم ما که کلا دو تا معادله بیشتر بلد نیستیم دیگه ما میدونیم که اولاً x تی مساوی هست با منفی 5 تی دو من یک دوم ژ رو دیگه نوشتم منفی 5 تی دو به علاوه و صفر تی به علاوه x صفر خب حالا شما مبداتون رو مثلا بذارید این نقطه هر جایی دوست دارید بذارید و جهت به سمت بالا رو مثبت تعریف کنید نکتهش اینه که به من گفته شده که بعد از چهار ثانیه برمیگرده به نقطه پرتاب خب این خیلی مهمه بنابراین x تی من یعنی در حقیقت x چهار من مساوی هست با x صفر خب چون برگشتم به نقطه پرتاب از این دوتا من نتیجه میگیرم که x چهار مساوی میشه با منفی 5 ضرب در 4 به توان 2 به علاوه و صفر ضرب در 4 به علاوه x0 خب من فقط جای تی در این معادله گذاشتم 4 و حالا میدونم که x0 با x4 با هم برابر هستن بنابراین نتیجه میگیرم که v0 ضرب در 4 مساوی میشه با 5 جذب در 4 توان دو در نتیجه مساوی میشه با 20 متر بر ثانیه خب یک روش خیلی کلاسیکی بود که ما استفاده کردیم از یک معادله که بلدیم تا حل بکنی و از این استفاده کردیم که برگشتن به نقطه پرتاب یعنی 1تی مساوی با X0 هست در اون تیه خاص خب اما یک چیزی که من میخوام شما بهش توجه بکنید اینه که حرکت پرتابی وقتی که من از روی ببخشید سقوط آزاد وقتی که من از روی زمین این جسم رو پرت میکنم به سمت بالا و این جسم میره بالا برمیگرده پایین یک حرکت کاملا متقارن هست خب یعنی این تماما متقارنه همونقدری که طول میکشه بره بالا همونقدر طول میکشه بیاد پایین چرا چون شتابش در هر صورت هست منفی ژ خب یعنی داره با یه حرکت با شتاب ثابت میکنه پس میره میرسه به اوج و میاد پایین اگر به این تقارن توجه بکنیم ما در حرکت سقوط آزاد من وقتی که میدونم بعد از چهار ثانیه جسم من برمیگرده به این ارتفاع اولیش چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه, نتیجه میگیرم که دو ثانیه طول کشیده بره بالا دو ثانیه هم طول کشیده بیاد پایین برگرده به اون ارتفاع اولیه و بنابراین من نتیجه میگیرم که یک جسمی داشتم که از روی زمین پرتش کردم بالا دو ثانیه طول کشیده که سرعتش صفر بشه خب پس این زمانی که طول کشیده سرعت این جسم من صفر بشه هست دو ثانیه بنابراین اگر من از این فرمول وی مساوی با منفی جت علاوه و صفر استفاده بکنم این بار من میدونم که وی یعنی در زمانی که سرعت جسمم صفر شده یعنی این ویتی صفره بنابراین صفر مساوی میشه با منفی ج ضرب در دو ثانیه و علاوه و صفر درسته بنابراین و صفر میشه دو یعنی 20 متر بر ثانیه خب بنابراین من تونستم از این تقارانی که حرکت پرتابی داره از اینکه همون قدری ای که طول میکشه یه ارتفاعی رو بره بالا همون قدرم طول میکشه بیاد پایین استفاده بکنم و ویسف رو به دست بیارم پس ما قسمت الف رو حل کردیم خب این که الان تا چه ارتفاعی میره بالا دیگه برای شما خیلی راحته پس بریم سراغ قسمت ب یعنی تا چه ارتفاعی میره بالا ببینید راحت ترین راه اینه که بذارید در این فرمول خب یعنی من الان میدونم پس این قسمت الف بود من ب رو میام اینجا می نویسم. من میدونم که در این معادله الان و صفر هست 20 متر بر ثانیه و مثبت هم هست چون به طرف بالاه و بنابراین من میتونم در این معادله که دارم این که چقدر میره رو... از اینم دیگه میدونیم دیگه که مثلا x تی بذارید من معادله را بنویسم بجای اینکه توضیح بدم x t منهای x0 میشه منفی 5 t به توان دو به علاوه 20 تی خب و من برای اینکه بدونم چقدر میره بالا نیاز به دونستن x0 ندارم چون من نسبت فاصله XT از x0 رو میخوام هرچند x0 رو هم میدونم که هست برابر با 25 متر خب ولی این خیلی هم مهم نیست برای من که بدونم چه ارتفاعی این ارتفاع است یعنی چقدر از اینجای پرت میکنم میره بالا بنابراین من فقط کافیه که تی رو برابر با چند قرار بدم برابر با دو دیگه از این تقارم ما به دست آوردیم که دو ثانیه طول میکشه که جسم من بره بالا بنابراین من نتیجه میگیرم که این میشه منفی 5 ضرب در دو به توان دو به علاوه 20 ضرب در دو که این میشه 20 این میشه 40 میشه 20 متر بنابراین جسم من 20 متر میره به سمت بالا که در نتیجه ارتفاع جسم من از سطح زمین در حد نقطه خودش میشه 45 متر خب پس این هم قسمت ب حالا بریم سراغ قسمت پ میگه با چه سرعتی جسم من به زمین میرسه من برای این هم خیلی روش های زیادی دارم برای حل کردنش یه روش خیلی کلاسیکش دوباره اینه که از اون معادله که در ویدئوی قبل با هم حساب کردیم استفاده بکنم یعنی بگم وت به توان دو منهای و صفر به توان دو مساوی هست با منفی دو ج وای تی منهای وای صفر پس این وای تی منهای وای صفره. و خب من میدونم که وای تیم هست من میخوام ببینم که در حقیقت من میخوام ببینم بعد از طی کردن این 45 و متر سرعت جسمم چقدره و بنابراین وای تیم صفره یعنی میرسه به زمین وای صفرم هست 45 و متر و وی صفرم هست صفر چون وقتی که جسمم میرسه به اوج دیگه هیچ سرعتی نداره پس کاملا رها می و میاد به سمت پایین و میتونم وتر رو از این معادله خیلی راحت به دست بیارم اگر من این معادله رو بنویسم میشه VT به توان دو مساوی میشه با 20 یعنی دو ج در 45 یعنی 20 زب در 45 در نتیجه VT من میشه 3 متر بر ثانیه خب این یه روش خیلی معادلاتی دیگه من این معادله رو بلدم و میدونم که در یک جابجایی خاص سرعت در سقوط آزاد چقدر تغییر میکنه از یک به صفر و حساب میکنم یک راه دیگه هم اینه که این عدد 45 میتونه بعضی وقتا توی مغز شما زنگ بزنه چون خیلی عدد آشنایی هست در سقوط آزاد 45 متر 5 متر 15 متر 45 متر 25 متر اینا هم آشنان ببینید من اگر یک جسم داشتم که سقوط میکرد من نشون دادم که در ثانیه اول 5 متر طی میکنه در ثانیه دوم 15 متر مثلا اینقدر طی کرد من اینا رو در دو ویدیو قبل با هم دیدیم و در ثانیه سوم 25 متر طی کرد خب من الان غلط کشیدم میگه تا اینجا میشد 15 متر و این میشه 25 متر خب من اینو در ویدیوهای قبلی با هم ما دیدیم که اینجوری یعنی در هر ثانیه 10 متر بیشتر طی میکنه که مجموع اینها الان میشه 45 من این عدد آشنا بودن 45 به ذهنم رسیدا و بنابراین سه ثانیه طول میکشه که جسم من برسه به زمین یعنی من عملا قسمت ته رو اول حل کردم و من میدونم که در هر ثانیه با شتاب ثابت ده متر بر ثانیه سرعت جسم من اندازش ده متر بر ثانیه با شتاب ثابت ده متر بر مجدور ثانیه سرعت جسم من ده متر بر ثانیه دائم داره زیاد میشه یعنی اینجا سرعتش هست منفی ده متر بر ثانیه اینجا سرعتش هست منفی 20 متر بر ثانیه من کنم اینو اصلا بیرون نوشتم منفی 20 متر بر ثانیه و در وقتی که میرسه به زمین سرعتش میشه منفی 30 متر بر ثانیه اینها همون اطلاعات جدول ویدئوی قبل هست که دیگه میتونید برید و مرور کنید اگر اون ویدئو رو ندیدید همین روش احتمالا روش استاندارد هست حالا میخوایم ببینیم بعد از چند ثانیه به زمین میرسه دیگه در قسمت نهایی من اینو میام اینجا مینویسم تا این دیگه خیلی راحته چون من میدونم وی تی مساوی هست با منفی ده تیه به علاوه وی صفر این جسم وقتی در اوج قرار داره وی صفرش صفره پس این میشه یک سقوط آزاد عملا از این نقطه اوج و بنابراین وی تی من یعنی سرعتی که میرسه به زمین برابر میشه با منفی 10 ضرب در تی که تیم هم هست ببخشید تی رو میخوام ولی وی تی رو میدونم که هست سی متر به ثانیه بنابراین تی من میشه سه ثانیه در حقیقت وی تی منفی سی بر ثانیه تی من میشه سه ثانیه یعنی من از این معادله خیلی معروفی که بلدم به راحتی این رو حساب میکنم پس من تاکید میکنم سه معادله بسیار مهم رو شما در سقوط آزاد باید بتونید خودتون حساب بکنید و در حالت خیلی تمرین های زیاد اون رو حفظ خواهید شد یکی این معادله است معادله مکان بر حسب شتاب و سرعت و مکان اولیه یکی این معادله است که اینجا استفاده کردیم یعنی vt هست منفی جت به علاوه و و, و, و یکی هم این معادله است یعنی شما این سه تا معادله کل سقوط آزاد رو برای شما توصیف میکنه و هر مسئله رو میتونید با اون حل بکنید و البته مهمتر از اون سقوط آزادهایی رو که در طبیعت میبینید توصیف بکنید در ویدیو بعد در کلاس درس بعد شما رو با هم خواهیم بود فعلا خدا فز.